آقای رئیسی، جمهوری اسلامی در حالی که میگه حاضر به پذیرش کمیته حقیقتیاب نیست، از امروز چهارشنبه محاکمه 10 کودک و نوجوان معترض رو به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض در کرج آغاز میکنه. آیا محاکمه و اعدام احتمالی کودکان و نوجوانان واکنش جمهوری اسلامی به تشکیل کمیته حقیقتیابه و اینکه به هر حال در این صورت جامعه جهانی چه باید بکنه و چه میتونه بکنه؟ با سلام، به نظر نمیاد که الزاماً این واکنشی هست به تعیین کمیته حقیقتیاب، ولی جمهوری اسلامی ماهیتش از ابتدا ضدیت با حقوق بشر بوده، حقوق به حقوق کودک احترام نذاشته، به حقوق زنان، حقوق اثنیک ها، حقوق اقلیت های مذهبی و مجموعه ماهی، اون چیزی که ماهیت جمهوری اسلامی رو نشون میده در حقیقت یک ماهیت ضدیت با همه ارکان آزادی های مردم هست. یعنی آزادی های مردم رو به گروگان گرفته و آزادی هایی که خودش در حقیقت به نوعی براش اهمیت داره به مردم میده. این که در سرکوبش شدیدتر بکنه در واقع اسناد مهمتری را به دست میده برای اینکه امکان محاکمه همه سران جمهوری اسلامی و همه عوامل دستور دهنده و اجرا کننده سرکوب ها را فراهم میکنه. همین تصویری که الان داره نشون میدید، آقای قاضی که اونجا نشسته، هم خودش هم عنوانی که بالای سرش گذاشته، یعنی ایشون عادل نیست، از عدالت خارجه، پیشاپیش قضاوت داره، اختشاش معنی نداره که بالای سرش نوشته. بنابراین سرکوب کودکان و مشخصا بردن کودکان به دادگاه های انقلاب و متهم کردن اونها به اتهاماتی مثل محاربه، افساد فرعز و از این قبیل موارد اساسا موضوعیت نداره، اساسا ممنوع است، از امکان تحقق و اجرا هم نداره. این ترتیب در واقع اون چیزی که نشون داده میشه، جمهوری اسلامی تا یه حدی میتونه خشونت ها رو افزایش بده، ولی نمیتونه تا همیشه به این خشونت ها ادامه بده. به تدریج مجبور میشه در مقابل اراده عمومی مردم که به تغییر ماهیت رژیم و کلیت رژیم در واقع استقرار یافته و خواست عمومی جامعه هست تن بده. این ترتیب هرچی خشونت ها رو افزایش بده که تا کنون در بیشتر از 2 ماه گذشته افزایش داده، نزدیک 500 نفر از هموطنان ما متاسفانه شهید شدن و جانشون رو دست دادن، خب چه دستاوردی برای جمهوری اسلامی داشته؟ محبوبیتش بیشتر شده که البته نشده، در جهان شناخته شده که نشده، برعکس جهان متحد شده علیه جمهوری اسلامی. به شمار کشته شده ها اشاره کردید، تا به حال بنا به گزارش های مختلف حدود 16 تا 18 هزار نفر هم از معترضان بازداشت شدند و عده نامعلومی هم ناپدید شدند. ارزیابی شما چی است از مسئولیت جامعه بین المللی و وظیفه اونها در این شرایط؟ جامعه بین الملل یک وظیفه اساسی داره که در منشور ملل متحد اومده و اون وظیفه اساسی این هست که به نسبت به خشونت ها و نقض حقوق بشر در جهان و تحقق صلح در جهان در واقع مسئول باشه و تلاش کنه اولا هر کشوری که ناقض حقوق بشر هست و همچنین خشونت نسبت به شهروندان و شهروندان معمولی خودش اعمال میکنه رو پاسخگو کنه در وهله اول و در مقابلش با مکانیزم های جدیدتری که به سازمان ملل از جمله دادگاه کیفری بین المللی وارد شده، امکان محاکمه خشونتگران، دیکتاتورها رو فراهم کنه که این مجموعه فراهم شده. جامعه بین الملل اول باید آگاه بشه که خوشبختانه به مدد رسانه های مختلف، به مدد این همه انسان‌های تبعیدی که محصول و دستاورد خود جمهوری اسلامی است که میلیون‌ها ایرانی تبعید شدن یا به ناچار به دلیل اینکه شرایط زندگی و زیست شرافتمندانه در ایران به خوبی فراهم نبوده، اون دسته که میتونستن یا خارج شدن یا عده‌ای ناچار بودن خارج بشن، همونها الان شدن بلندگوها و نمایندگان جامعه ایران علیه خود حکومت ایران و جامعه جهانی را آگاه کردن از اون چیزی که در ایران رخ میده. بنابراین جامعه جهانی کاری که باید بکنه این که اولا
مسئول بشناسه جمهوری اسلامی که داره این کار انجام میده. رأی شورای حقوق بشر سازمان ملل اینو نشون داد. دومی که تلاش بکنه که خشونت‌ها در ایران کاهش پیدا کنه که این تلاش کم یا زیاد داره انجام میشه. دومی که همراهی کنه با مردم ایران که ما میبینیم پارلمان‌های مختلف دارن به تدریج این کار انجام میدن. آلمان انجام داده، فرانسه انجام داده، هلند انجام داده، کانادا انجام داده و کشورهای مختلف دارن میپیوندن. این یک اتحاد بی‌نظیر در جهان علیه جمهوری اسلامی داره شکل میگیره که نهایتاً به تحریم‌های گسترده‌تر، تحریم‌های سیاسی فلج کننده علیه حکومت جمهوری اسلامی منجر خواهد شد اگر به خشونت‌ها بخواد ادامه بده. درباره اتحاد جامعه بین‌الملل علیه جمهوری اسلامی اشاره کردید. درباره حکمی که امروز یا دیروز دادگاه کانادایی درباره تروریستی بودن سپاه پاسداران در پرونده مرتبط با بابک زنجانی داده از شما بپرسیم، تفسیر شما از صدور این رأی چی هست و احتمالاً چگونه میتونه این بحث رو مجدد مطرح بکنه در حوزه تروریستی شناختن سپاه؟ مسئله تروریستی شناختن سپاه یه بحثی هست که یا به قول اینجا یا دیسکورسی هست که در حوزه سیاسی کانادا کاملا جریان داره. یعنی حتی با وجود اینکه 10,000 نفر از پرسنل کادر سپاه رو تحریم کرده دولت کانادا، ولی این به این منزله نبود که سیاستمدارای کانادا مدام مطالبه‌گر این نباشند که باید کلیت سپاه رو به عنوان نیروی تروریستی شناخته بشه. حالا بنا به ملاحظاتی این اتفاق نیفتاده، اما این رأی دادگاه مجدداً این گفتگوها رو برگردونده به فضای سیاسی کانادا و به دلیل اینکه این رأی در یک دادگاه حقوقی که یک اختلاف مالی در مورد شرکت میره رخ داده، در حقیقت دادگاه هم ناچار بوده این رأی رو صادر بکنه برای اینکه پرداخت پول به طرفی که نسبت داره به یک ارگانی که به هر حال بازوهای تروریستی داره در جهان ممنوع هست و مطابق قوانین کانادا پرداختن پول به دادن پول به هر کسی یا شرکتی یا حتی کشوری که عوامل تروریستی داشته باشه ممنوع است. به این ترتیب این رأی میتونه مجدداً گفتگوها و فشارهای بیشتری که حزب کانزرواتیو کانادا که در واقع اپوزیشن هست در پارلمان کانادا بتونه مجدداً این موضوع رو بالا بیاره و از دولت جاستین ترودو بخواد که کلیت سپاه رو به عنوان ارگان تروریستی بشناسه. و اتفاقاتی که الان در حال اتفاق هست در ایران اگر به آمارا به طور دقیق تفکیک شده نگاه بکنیم، اون چیزی که سهم عمده سرکوب مربوط به سپاه و بسیجه، دنیا اینو داره میبینه، اینها حواسشون باشه، دنیا داره میبینه که عمده سهم سرکوب ما رو اونا بنابراین در تروریستی شناختهشون، چون هر گونه خشونت نسبت به شهروندان در حال حاضر عمل تروریستی نقض حقوق بشر هست و دنیا این رو میبینه و حتما پاسخ جدی خواهد داد برای اینکه دادگاه برای اینکه دنیا کاملا بیدار شده در رابطه با رفتار ضد انسانی. میخوام توضیح شما رو بدونم، آیا جزئیاتی میدونید در رابطه با این اختلاف مالی که در این پرونده‌ای که رد پای آقای بابک زنجانی هم درش دیده میشه، آیا اطلاعات بیشتری دارید به ما بدید؟ اطلاعات دقیق ندارم، ولی یه اطلاعات مختصری دارم که یه سری شرکت‌هایی که در کشورهای ثالث تأسیس شده بوده، کشورهای آسیای میانه، مالزی و امارات، در حقیقت یک سری فعالیت ها داشتن که مرتبط شده با یک چند شرکت در کانادا و بین اونها اختلافات مالی بوده و نهایتا اون اختلافات مالی وقتی به درستی رسیدگی شده نهایتا سرانجامش رسیده به بابک زنجانی که خب بابک زنجانی یکی از عوامل وابسته به سپاه و با توجه به مسئله تروریستی بودن بخش به خصوص بخش برونمرزی جمهوری سپاه که کانادا به عنوان نیروی تروریستی شناخته شده و بابک زنجانی هم مرتبط با اونها بوده، به طریق روشن این موضوع خارج شده که هر گونه پولی که بخواد بره به عوامل سپاه و به خصوص نیروهای برمرزیش برسه که زنجانی هم جزء اون هست،
ممنوع هست برای اینکه حمایت از تروریسم. بله، قسمت های آخر صحبت آقای رئیسی رو به صورت شفاف نداشتیم و احتمالاً منظورتون این بود که چون آقای بابک زنجانی تأمین کننده تأمین مالی سپاه رو احتمالاً بر عهده داشته، به این طریق دولت کانادا نمیتونه پولی رو رد و بدل بکنه، درسته؟ همینطوره. وقتی که تحقیقات دادگاه در یک پرونده که دعاوی بین چند شرکت بوده نهایتاً به در تحقیقات مختلفی که انجام شده برسیده، تیم‌های وکلای دو طرف نهایتاً به اینجا رسیده که این پول برمیگرده به شرکتی که منتسب هست به بابک زنجانی. بابک زنجانی بخشی از سپاه و ارتباط داشته با نیروهای برومرزی سپاه، بنابراین از این طریق هیچ گونه پولی نمیتونه از کانادا آزاد بشه به سمتی که به نوعی کمک به تروریست میشه و بابک زنجانی هم بخشی از مجموعه تروریستی به طور روشن شناخته شده، از این رو ممنوعیت قانونی در کانادا داره.